سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 27 ایل رو از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلا گلخوجی تقدیم میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان میگوید تابستان امسال امکان ندارد قرغیزستان همسایه را با نیروی برق تامین کند، زیرا تقاضا در داخل کشور افزایش یافته است. ما باید برق را پورا 24 ساعت با یک تکنولوژی معین تیم ساکنان ضرر دیده نایه بختر امیدوارند زیانی که بر اثر سوختار و ترکش برداشتند از سوی اداره سغورته و مقامات جبران می شود. چی نازنچینی کار دادن بازی امور را کردیم با امروز پیلسته شدم جمعه که پگایی لبو بگیرنم چطور نبیانیم؟ برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا یکی از دو حزب اساسی این کشور یک زن را به مقام پرزیدنت پیشبری کرد. من حیرت زده شدم. هر وقتی که در این باره فکر میکنم هیجان زده میشوم. هیچگاه فکر نمیکردم که یک زن را به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میبینم. و حالا تفصیل خبرها. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که در رابطه به قطع کردن فعالیت لیسه‌های ترکی در قلمرو کشور از جانب ترکیه هیچ درخواست دریافت نکرده است. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 27 ایول در یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با سرنوشت لیسه‌های ترکی در کشور گفت که فعالیت این مؤسسه‌های تعلیمی قطع نشده و آنها به شکل دیگری فعالیت گذاشتند. قرارداد بسته شده بود در باره ترتیبی قطع کردن فعالیت در زیر همون نهاد شلوله. امروز این مکتب ها به یکان کم و کس فعالیت دارند، لیکن علاقه همچون مکتب های دولتی. در این مکتب ها معلم های فنی که از ترکیه بودن فعالیت دارند، یکان دشواری نیست. من فکر نمی کنم که این مسئله ربط دارد به گولین و یکان مراجعات. در تابستان سال 2015 حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار لیسه‌های مشترک تاجیکی و ترکی را که از مؤسسه‌های تعلیمی با نفوذ به حساب می‌رفتند رسما به لیسه برای خوانندگان بالایوقت تبدیل داد. تاجیکستان به قرغیزستان نیروی برق نمی‌دهد. به قول منصبداران تاجیک امسال مناطق شمالی تاجیکستان نیروی بیشتر تقاضا کرده‌اند و از این رو فروش نیروی برق به کشور همسایه امکان ندارد. تاجیکستان از فروش برق به قرغیزستان در سال روان خودداری کرده است. عثمان علی عثمان زاده وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان روز 26 ایول ضمن نشست خبری گفت به دلیل زیاد شدن طلبات به نیروی برق از جانب کارخانه های صنعتی ولایت سوغد کشور آنها نمی توانند قرغیزستان را با برق درخواست کرده تامین کنند. انتقال نیروی برق این سال با جمهوری قرغیزستان بازار ما خودداری نمودیم، چون که باید توانایی خیلی کلان پرسیدن. ما امکانیت داریم که با نظر داشت کار نمودن این اساس ها تخمینا امروز ها از 50 تا 60 مگاوات برق رو پورا 24 ساعت داده توانیم. مثلا ما میتوانیم از ساعت 10 تا ساعت 6 بیگو میتوانیم 150-200 مگاوات هم تیم دیکیم. ما باید برق رو پورا 24 ساعت با یک توانایی معین تیم با نظر داشت اون که این توانایی رو با نظر داشت کار این اساس رو تامین کرده نمیتونستیم، ما از این خودداری کردیم. به تاکید جناب عثمان‌زاده امسال همچون سالهای پیش جانب قرغیزستان برای هر کیلووات ساعت به تاجیکستان 2.5 سنت پیشنهاد کرده است. این کشور از قزاقستان هم با همین نرخ پیشنهاد گرفته است، هرچند برای تاجیکستان 3.2 سنت و سری هر کیلووات ساعت نیروی برق موافق‌تر بوده است. پاسخ رادی تاجیکستان به قرغیزستان در حال است که اولهای همین ماه معاون نخست وزیر قرغیزستان الیک پانکراتوف شرکت های دولتی بخش انرژی در قرغیزستان را رسما موظف کرد که به زودترین فرصت مساله خریدن نیروی برق از تاجیکستان را بررسی کنند. هزارها ساکن ارمنستان از خیابان‌های مرکزی یریوان با نشانی همراهی با گروه مسلح گروگانگیری اداره پلیس راهپیمایی کردند. ده روز آخر گروه گروگانگیر همان در داخل یک اداره پلیس یریوان باقی می‌ماند و اعتراض‌ها هم چندین شب آخر به ایست ادامه دارند. در یک حادثه دیگر نزدیک بود در یک خیابان یریوان رویاروی مسلحانه سر می‌زد. بعد شروع عملیات نظامی تخمیناً 20 نفر بازداشت شدند. حالا طلب اعتراضگران هم همسان با طلب گروگانگیرها است که آزاد شدن سیاستمدار ژرایر سافیلیون را طلب میکند. این نفر ماه پیش برای نگهداری غیرقانونی سیلو بازداشت شد. طلب دیگر اعتراضگران استعفای پرزیدنت سرژ سارکیسیان است.
بیمارستانی که در نزدیکی اداره پلیس قرار دارد زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. در داخل این بیمارستان عملیات جراحی دو عضوی گروه مسلح گروگانگیر جریان دارد که در زد و خوردها مجروح شدند. خادم مجروح شده پلیس هم تحت مراقبت طبی قرار دارد. سخنگوی پلیس گفت که اعضای باقی مانده گروه مسلح دختری را هم که به گرو گرفتند برای کمک طبی به دو مرد مسلح مجروح شده وارد اداره پلیس شدند. ساکنان یکی از دیه‌های نایه بختر امیدوارند که بالاخره ضرر آنها از ترکش نقطه سوزشواری پرداخت می شود. آنها می گویند با گذشت تقریبا دو هفته از این ترکش زیان آن از سوی نهادهای ضد دخل جبران نشده است. خسارات این ترکش را که یک کشته بر جای گذاشت و 21 نفر دیگر را مجروح کرد، حکومت محلی $15,000 شماریدند. ولی ساکنان ضرر آن را به مراتب بیشتر ارزیابی می کنند. ساکنان جماعت بستان قلعه ناحیه باختر انتظار دارند که زیان آنها از سوختار و ترکش در یکی از نقطه های فروش سوزشواری به طور عادلانه جبران می شود. فیضعلی تورایف یک ساکن ضرر دیده که منزلش در مسافه 200 متر از نقطه سوزشواری قرار دارد می گوید در این حادثه او همسر و دو فرزندش جراحت برداشته به طبابت نیاز دارند. روز 9 ایول بر اثر ترکش در نقطه بنزین فروشی جماعت بستان قلعه علی خان ملخوی 35 ساله ساکن دیهه سربند به هلاکت رسیده 21 نفر دیگر جراحت برداشتند. بیشتر آنها نابالغ و باشندگان دیهه نزدیک نقطه فروش سوزشواری بودند. بر پایه حساب‌های پیشکی زیان از سوختار و ترکش مرگبار با 135,000 سومانی معادل $15,000 آمریکایی برابر بوده است. جبار غفار رئیس ناحیه باختر روز 26 ایول ضمن نشست خبری گفت نهادهای مربوطه دولتی خسارات حادثه سوختار و ترکش در یکی از نقطه‌های فروش سوزشواری در قلمرو ناحیه را ارزیابی کردند، اما تا کنون به افراد آسیب دیده کمک مالی ارائه نشده است. گفتگی نیستم پیشنیار شدگی است. چور چوبای خانم دا میبینم کدامیش که مقصد که وای چی باشد بخورایی پرداخت کرده باشد. رئیس ناحیه میافزاید دادستانی باید ضرری رسیده بر اثر سوختار و ترکش را دقیق کند و آنگاه به آسیب دیدگان این حادثه کمک مالی پیشنهاد می شود. خدمات آتش نشانی می گوید دلیر مدبابایف راننده ماشین بارکش دولن هنگام خالی کردن گاز مایع لوله را از دستش سر داده است. در پی آن آتشک پریده اول سوختار به عمل آمده و بعداً ترکش رخ داده است. اداره تاجیک سوغورته ولایت ختلان تصمیم گرفته است به آن افرادی ضرر دیده ای که سوغورته یا خود بیمه شده اند کمک مالی رساند. دو مغازین، یک قهوه‌خانه، دو تا خانه استقامتی شهرنامه سوغورتوی دارند. من حتی شهرنامه سوغورتوی آنها با دو مغازین پندرسومی شهرنامه کردگی که ما به مبلغ 2500 سومانی میتونیم آنها را تلافی کنیم. تنها در حدود شهر قرغان‌تپه بیش از 20 نقطه فروش گاز نزدیک به خانه های مردم بنیاد شده است. مسئولین به مالکان این فروشگاه ها دستور دادند که دیوارهای ضد سوختار بسازند و از احتیاط کار گیرند. وکیلان انجمن حزب دموکرات در فیلادلفیا با اکثر آرای هیلاری کلینتون را به مقام نامزدی رسمی حزب در انتخابات رئیس جمهوری پیشبری کردند. کلینتون نخستین زنی شد که از یک حزب پرطرفدار آمریکایی در انتخابات نامزد شده است. بعد انتخاب رسمی او روز 26 ایول بعضی از طرفداران برنی ساندرز یک رقیب مبارزه های داخل حزب کلینتون گفتند که در انتخابات ماه نوامبر به هیچ صورت به طرفداری او آواز نمی دهند. من حیرت زده شدم. هر وقتی که در این باره فکر میکنم هیجان زده میشوم. هیچگاه فکر نمیکردم که یک زن را به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میبینم. من همه را تا آخر پیگیری میکنم تا که در همین جا باشم و شانس دیدن چنین یک حادثه را از دست ندهم. مسئله در پیشبری یک زن به نامزدی نیست. مسئله در انتخاب نامزدی درست است. شما برای هیلاری در ماه نوامبر آواز می دهید؟ نه. ولی مگر این حالت شانس دونالد ترامپ را برای بردن کرسی پریزیدنتی بیشتر نمی کند؟
من تمام عمرم دموکرات بودم و از انتخابات امسال نفرت هم می آید. مسئله در این است که فرصت درست انتخاب شود. در کشورهای زیاد دیگر زنها را به مقامات نخست وزیری پیشبری می کنند. ولی حالا فرصت ما رسیده است که یک زن را پرزیدنت انتخاب کنیم. من در دانشگاه وایومینگ تحصیل کردم که بیشتر از 100 سال پیش اولین شده یک زن را به مقام رهبری انتخاب کرده بود. حالا فرصت آن رسیده است که یک نامزد خوب به مثل هیلاری کلینتون را همچون پرزیدنت خود انتخاب کنیم. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در اندیشه راه‌های نوی کم کردن خسارات آفت‌های طبیعی شده است. احتمال در آینده نزدیک بنیاد منزل‌های گلین در منطقه‌های خطرناک اجازه دادن نشود. زیرا به باور مسئولین این کمیته مستحکم نبودن پایدواری منزل‌ها در منطقه‌های سیلخیز این خانه‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. فلاکت‌های پی در پی و زیان بزرگ جانی و مالی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان را در فکر تهیه خریده منطقه‌های آسیب‌پذیر انداخته است. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های اضطراری ضمن نشست نیم‌ساله خبری گفت بنیاد منزل‌های گلی در این منطقه‌های خطرناک منع می‌شود. یکی از راه‌های پیش از این آفت‌های طبیعی خسارات دیدن امن است. دومش رعایت کردن قویدهای ساختمان فوندامنت نیست فوندامنت خونه میسازی. گفتم که اگه فراواد گفت میگه مچیت است ساختیم یک غیشت از کفیدگی نه یک میبخشتنده یک غیش کفیدگی نه در نزدش خونه ساختگیم خونه تماما نیمی دیوالش نیست یا کفیدگی یا شکاف شدگی. بارشات شدید در ماه می امسال سبب آمدن سیل شد و صدها منزل ها را در نویه رودکی و عینی و رشت تخریب کرد. تنها در نویه رودکی شماره خانه های ویران شده بیش از 1140 عدد را تشکیل داد. مسئولین کمیته حالت های اضطراری میگند با وجود اینکه منزل های ساکنان بیمه نشده بودند از 500 تا 2000 سامانی کمک گرفتند. همچنین صاحبان منزل های پورا خراب شده با مبلغ 6000 سومانی و مساله ساختمانی دریافت کردند. اول سنگ آوردیم برای و فوندامنت ریختیم. حاضر سیمنت برده میتیم. امروز آرماتورا غیشت تخته. بعد میبینیم چی میشد. بعدی که اگر سازن بعد درو تریزه برده میسپوریم. شیفرشو برده میسپوریم. منزل زیاده قنبروی 58 ساله یکی از ساکنان جماعت زینب آباد نویه رودکی نیز کاملا تخریب شده است. او میگوید در این منزل او با 17 نفر اهل خانواده زندگی میکرد و حالا نمیداند کی و چطور میتواند صاحب خانه نو شود. اگر این درون این خانه به ششته نمیشد و حرکت میکنیم ده اکن تا زمستانه این کلین خانه شا ساخته دادن در کار هر دیشه. یکی راه‌های جلوگیری از بنیاد خانه‌های بی‌بقا به عقیده کارمندان کمیته حالت‌های اضطراری بنیاد خانه‌های گلین است و برای جلوگیری از چنین ساختمان‌ها این نهاد برای ضرر دیدگان منطقه رشت شرط گذاشته است که اگر ضمن ساختمان از خشت‌های سیمنتی کار نبرند کمک در شکل مساله ساختمانی را نخواهند گرفت. تنها در 6 ماه سال روان 41 فلاکت‌های طبیعی به بودجه تاجیکستان 122 میلیون خسارات مادی را وارد کرده جان 10 نفر را گرفته است. هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی‌های 31 تابستان المپی روز پنجشنبه 28 ایول به برزیلیا سفر می‌کند. مراسم گسل ورزشگران در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه 28 ایول ساعت 3 شب برگزار می‌شود. قرار است در این مراسم مسئولین کمیته جوانان ورزش و سیاحی، کمیته ملی المپی، فدراسیون‌های ملی ورزشی سابقه‌داران و هواداران ورزش شرکت کنند. در مجموع هیئت ورزشی تاجیکستان از 23 نفر عبارت است که 7 نفر آنها ورزشگران و 16 نفر دیگر مربیان و رهبران برخی از فدراسیون‌های ملی ورزشی و اشخاص رسمی میباشند. ورزشگران تاجیک در 4 رشته ورزش بوکس، ورزش سبوک، جودو و شناوری رقابت خواهند کرد. گرزانداز مشهور دلشاد نظرف پرچم برداری تاجیکستان در مراسم افتتاح بازی‌های 31 تابستان المپی خواهد بود. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.